زبانی سخ میخواند و چشمانت سنم. این برنامه قدردانی از فامیل‌های احرار صدیقیان و تمامی اعضای سازمان جهانی مهربانی توسط افغان اکادمی برگزار گردیده بود. اولتر از همه در این محفل ویژه کمیته انجینران افغان در آمریکا، سپس نهادهای رند تو هوب، هوم کیر و ام ای ال تی و همچنان بنیاد افغان اکادمی تحسین نامه ها، شهادت نامه ها و تقدیر نامه های ویژه را به بنیانگذاران، مسئولین، اعضای سازمان جهانی ترویج مهربانی اهدا نمودند. سپس ادبا، دانشمندان، متخصصین مقیم ورجینیا با اهدای اشعار، کتاب‌ها و داشته‌های مادی و معنوی خیش از سازمان جهانی ترویج مهربانی تقدیر و تمجید نمودند. الهیانم بسیار یک ملت کم مشنسم، ولی از روزی که من نارش مختیم با مهربانی‌هایشون مواجه شدیم، گروپشان شامل هستم و شاید تمام کمک‌هایش که در افغانستان و در اینجا میکنه هستم، یعنی یک بانی بسیار موفق هستم. ما امروی رئیس آزاد آرکیتکت که انجینیر نجیم آزازوی است، بسیار همکار نزدیک. اونا فعلا رئیس انجمن انجینران افغان در امریکا هستم و معاونش هستم. از ما خواهش کردن که یک تحفه ناچیز برای الهجان تهیه کنیم. و اونا واقعا از کمک های نجیم جان بسیار خوش هستم و اونا همیشه ایتو به اونوها را قدر میکنم. تشکر، یک جان سباز. از جمله مهربانان ما هستن، اونا هم در امریکا کمک میشن، هم در افغانستان، و بی سازمان مهربانی ما هست، از سازمان مهربانی ما. تشکر. بسیار عالی. بسیار اینان من به خاطر که ای اوارد کست ای کارهایی که من به سازمان مهربانی میکنم تنها از من نیستم، من نمیخوام تمام کردیتا بگیرم. رسنا جان و رابیا جانم امرای من زیاد زحمت میکشم. خیلی بیرم در پولیشون که چند از ستانی بیرم. رسنا جان و بجانی امرای شما شیر میکنم که اصلا ایجاد کننده سازمان مهربانی پدر جان و مادر جان هستن، اما سنشان وضعیت سیشان خوب نیستم. من تا با اینجا آمدن تشریف آوردن، اما رابیا جان و رسنا جان زیاد زحمت میکشن. بیاین تیم گروپ است که هر جای کس وقتی که پشید میشه قدردانی میشه با گروپ با نمایندگی کایلس شیرینگ. ما اداجه و نماینده خود گرفتیم. از شماست تشکر. بسیار زیاد تشکر. شما تبریک میگم. یک جان سپاس. تشکر بسیار زیاد. من به خاطر از دوستایی که اینجا تشریف آوردن بزرگوارا از همه شما یک جان سپاس گذاری میکنم و از شما بزرگوار که شما این در لیاقت ما دیدین و از خانم بسیار مهربان سیما جان زهر که با لطف وجودتان افتخار میکنین و برین جان رحمتی که اینا بسیار خودشان هم ژورنالیست هستن هم ادیب هستن، بسیار دوستشان داریم قلبا به هر کدام تان افتخار میکنیم. این مربوط ما نمیشه، از وزیر صاحب محترم، از سیمانی صاحب محترم، از همه دوستایی که اینجا هستن، رئیس صاحب محترم که جمله مهربانه خود ما هستن، از فرد فرد شما، از فرد فرد شما، از جمیل جان و این ما و این مربوط تمام ما نمیشه، پدرم، مادرم، از تمام فامیل ما میشه و از دوستای ما که اینجا هستن، کسایی که در جمیل هستن تشکر میکنم از همه شما. شما که شما به خاطر از اینکه ما این مربوط خود نمیدون، به خاطر اینکه ما به افغانا کمک میکنیم و من امروز افتخار میکنم که من اینجا هستم. افغانای ما پس ما را قدر کردن، ما نمیدون به جوانای افغانای مواد دیدیم ما تقسیم میکنیم بر منتگر شوانا. یک جان تشکر از لطفتان، از بیرگانیتان، این بر ما تمام امریکاست. ما خواست به خاطر از این که دکتر افغان این قدر شامت میکنیم این شرایط نوستایی و این شرایط ناگوار. شکر با شما بزرگا، شکر ما شما را داریم. تشکر بسیار جان سپاس. بسیار جان تشکر. بسیار احسان الله شیردل. 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 بسیار
دیگران میون که خود سیما جان یک گوهر است. سلام. باور کنیم به تقسمت تشویق دختران در بابای افغانستان در سمال اکمو بکنیم. سیما جان شما برمانه کنیم خلب مرد خریب اصلا. برای خداوند جان و خرد که این اندیشه برتر بر نگذرد. با احترام به همه اعضای سازمان جهانی مهربانی، اعضای افغان اکادمی و حاضرین گرامی، امروز جای بسیار خوشی و افتخار است که الهه احرار یک دختر با شهامت لایق و ورزیده افغان در ایالات متحده امریکا به دستاوردهای چشمگیر دست پیدا کرده است و خدمات خیلی شایان و خوب را از طریق سازمان جهانی مهربانی برای مردم افغانستان انجام داده اند. یک عالم سپاس، تشکر بسیار زیاد. و این هم یک تحسین‌نامه دیگه است از طرف شرکت دیگه ما، ملت سلوشنز. یک جان تشکر بسیار. من یادم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیاد گوهرم که عضوی به در آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اگر واقعا ما از من بگذاریم، الهه جان گفتن که اگر ما از من بگذاریم ما شیم، ما همه چیز هستیم، همه کس هستیم، همه جا هستیم و همه چیز میتونیم بکنیم. با اینکه خواهر عزیز ما الهه جان از سالهای متمادی میشناسم، والدیشان یک خاله میگم و پدر بزرگانش استاد میگم و خواهرشان هم که من جز فامیل هستم، در عالمی که با هم نزدیک بودیم اما کارهای متفاوت جداگانه کردیم. لازم نیست در پالی دوکان کس دوکان بسازیم، در پالی کس رقابت های بکنیم که نه خود ما پیش بریم نه کسی. ما یاد گرفتیم بعد الهه جان که کارهای زیادی باید بکنیم. الهه جان اگرچه خیلی جوان است اما یک مبتکر خیلی بزرگ است. ما چیزهایی که ما کردیم در کنار مهربانی صحبت میکنم، نه در کنار رقابت. و این به خاطر از این صحبت میکنم که همه که ما شما بیاموزیم و همه که ما شما در این رقابت مثل که در سلام دادن سبقت میگیریم، در محبت هم باید کار بکنیم. زمین چی هست؟ خفتود خاک است و گل است و جنگل است و دریا است و دشت است. ولی این زمین ها ستاره های روشن کردن که اونا کسانی هستن که عالم، فاضل، دانشمند و خیرخواه جامعه است. ما و شما نیکبخت است که در جامعه ما همچون افرادی وجود دارن که ما با بودن آزاد و با فعالیت آزاد و با مهربانی کنده در مقابل هموطنهای خود دارن فخر میکنیم و اظهار متحده میکنیم. با هم دختر مزنین ما علیه جان احرار است و این که شما در اینجا تشریف آوردید باید بسیار خوش باشید که شما در قلبتون احساس یعنی هست که اگر خودتون برای کسی مستقیما کمک کردن میتونید، یک نفر داریم که سبب اطمینان ماست که امریزی کمک کنیم و این بالا ببریم امریزی همه آرزوهای خدا که خدمت به وطن و جامعه ماست بنا وطن سازد. خدا شما را خیر بدهد. من که اونجا ششتا بودم وقتی که نام مرا گرفتن بعض موضوعات در خاطرم گشت که ما باید بگویم، اما وقتی که الهه جان آمدن سرستیش و از کارهای خود، از فعالیتهای خود، از زحمتهای خود، از لیاقت خود گفتن، همه اون چیزهای ما کاملا فراموش شد. چرا اینا زیادتر از اون چیزی که من فکر میکردم در وجود از این هاست، در وجود همیشه هاست. تقریبا 40 سال پیش در افغانستان یک حالت تاریک به وجود آمد که یک تعداد زیادی از وطندارای ما زحمات دیدند و مسافر شدند که در مرحله اول به یک حالت برای مردم افغانستان یک مرحله تاریک بود، اما بر حالت دیگه برای یک تعداد مردم ما یک موفقیت، یک اپورتونیتی بود که در این مملکت آمدند. این حال ما ببینیم که در تمام دنیا یک تعداد زیاد
از جوانای ما، البته نسل اول که آمد یک قربانی دادن و نسل دیگه که آمدن اینا لیاقت های از خود نشان دادن، زحمت های کشیدن که ما هر نمونه هر کدام از این در تمام دنیا میبینیم. مثلا دختر افغان از یک منطقه عقب افتاده در داخل افغانستان امروز عضو پارلمان استرالیاست. یک دکتر ما که چند روز پیش از کدام جای افغانستان بودن کلانترین جایزه دکتر در انگلستان گرفتن و از طرف دیگر در پارلمان های ممالک اروپایی بسیار زیاده از دخترها و برادرهای ما خصوصا خانمها اقدر موفق شدن که اونا به مرحله رساندن که عضو پارلمان از مملکت شدن و اینا ثابت کردن که افغانستان اگر یک مملکت غریب و بیچاره است اما استعدادهای بسیار داره، جوانای بسیار خوب داره و میتونن که مصدر خدمات نیک شوند و کارهای شایسته بکنن. دیگه یکی از این جمله مثلا تعداد زیاده از جوانای ما زحمت کشیدن برای خود، خود برای یک مقام رساندن و نام افغانستان پیش کردن. اما یک تعداد از جوانای ما مثل الهه جان نه تنها بر خود خدمت کردن بلکه آموزش خود در خدمت برای مردم کردن. برای مردم این فرق میکنن، اونا آموزشی که دیرن، تحصیلی که دیرن، اونو چطور تطبیق کنن و چطور برای مردم خود خدمت کنن. فکر میکنم که پاداش زحمات از اینا بزرگتر از همه چیزه، از همه ابانهای ما که در طول دنیا هستن زیادتر است. چرا ای با مملکت خود خدمت کردن و مردم بیچاری خود خدمت کردن. ما امروز به این فکر میکنم که دخترای افغان هر چیز کردن میکنن. امروز احرار جان، الهه جان احرار ثابت ساخت که یک خدمت بسیار بزرگ کرده میتونه که از مردای مردی کار کرده نتونستن. امروز احرار الهه جان و دیگر دخترایی که ما داریم امروز در خارج از افغانستان با سوی دکترا، انجینرا، لایرا، ژورنالیست های بسیار قوی داریم پاس خدا و اینا تمامشون ثابت میکنند که زن از مرد کم نیست و من این را با وضاحت گفته میتونم که اینا درخت ها اینا مهتاب های درخشان در آسمان زن ستیزی خطرناکی که امروز وطن ما را در بر گرفته هستند و توقع کلی است که اینا میتونن که همین تاریکی را انشالله ورد دادن. ما برای احرار جان میخواستم یک تحفه بیارم، دیگر تحفه آورده نتانستم، تنها در رایی که نیامدم آقای زیان در پولی مشته بود یک تحفه بسیار چیز مشته کردم. من اینو بگیم الهه دختر فرزانه ما، الهه دختر فرزانه ما، تو دخت کابل ویرانه ما، دختر از کابل ویرانه است، تبسم بر لبت زیبنده باشد، فروغ استیت پاینده باشد، بمیرد که اسیر کردی تو دلها، الهی طول عمرت زنده باشم. آمین. دیمه الفتی به نمایندگی از شرکت Run to Hope Home Care LLC اینا یک چند گفتار به خوبی ها و نیکی های الهه جان دارن و یک سرتیفیکت تقدیر انشالله برشت تقدیم میکنن. بفرمایید. تشریف آوری فرد شما را بدون اثبات تهنیت مبارک و غیر مقدم میگم. یک نیت خیر شما به جمعه این که این من عمال به نیت انشاءالله خوشتکان این نیت به پیش خداوند به اجر نمیمونه. دوم بزرگ داشته یک دخت شجاع افغان، نه تنها که طبعه افغان بلکه طبعه تمام بشریت. علم تنها بر یک ساحه نیست، برای هم است و امروز اگر یک چراغ روشن میشه علاوه که خود انسان راه را میبینه
اما چند نفر دیگه هم از این چراغ استفاده میکنن. چراغ نور الهی جان تا زنده باد. بیشتر فرمودن که من یک تکلیف دارم. متوجه باشین که اگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید، من اون لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. یک محبت خداوندی است در کسایی که در او عشق وجود دارد. هیچ انسان به عشق زنده نمیمونه. ما وقتی که خورد بودم پدرم برای من میگفت که بچه عاشق شد. گفتم پدر از دو طرف میگه که طرف دخترها سعی نکن و از دو طرف میگه عاشق شد. گفت کاش که بچه این چون همت امور داشته باشی که سر یک نفر عاشق شدی. نشست دوزگار ما حضرت ابراهیم قدهم رحمت الله علیه و جای بزرگ است گذر میکردن در حلقه دیدن که حلقه بسار کلان است یک نفر عویزان کردن یامد و گفت که او برادر چی گفت از دیجا کدام ولی دیگاه مجبور گفت که این مرد خدا تو نمیفهم دیگه گفت نه گفت یا بود دوزه بود که شاره دگرگون کرده بود بالاخره یه گیر کردن و دار آویختن این همی القر باز کرد و رفت و همین پای دو زماج کرد گفت چی کردی تو رو؟ گفت قربان این دوزی که در رای خود کشته میشه مرد عزیز که اله جان مدخ و زب و پیشویشان گفته نشه و این نعمت و افتخاره با والدینشان که خداوند گفته که به والدین احسانا اینا دعای پدر مادر گرفتن که به این مقام رسیدن وقتی که عبدالسلام بودم بورس لیاقت امریکا رو گرفتم و امریکا به تحصیل آمدم من اولین محصل اولین شاگرد افغان بودم در اسلام آباد که من در امتحان توفل و SAT که میگن من او بلندترین نمره را در سطح پاکستان گرفتم که تلویزیونای پاکستان هم بسیار زیاد مصاحبه میکردن و بالاخره من بورس لیاقت امریکا رو گرفتم امریکا آمدم وقتی که امریکا آمدم بسیار زیاد جالب بود چون که به صفت محصل افغان شناخته میشدم و انگلیسی زبان اولم نبود طبعا من انگلیسی زیاد یاد داشتم پدر مادرم بسیار زیاد زحمت کشیدن که من باید به کورس‌ها برم از زبان عربی شروع کردم که الحمدلله قرآن شریف اولین زبانی که یاد گرفتم قرآن شریف بود بعد از او دیگه زبان‌ها را پدر جان مادر جان پوشش کردن استاد خانگی داشتم می آمدن به من درس می دادن خلاصه وقتی که من امریکا آمدم فکر میکردم که موضوع آبرو و عزت تنها معنی که تمام افغانستان است این دو سال گذشته سالهای پر از مشکلات گوناگون و همچنان دستاوردهای بیشایان برای سازمان جهانی ترویج مهربانی بوده است. عکس العمل کلی من با تمامی مشکلاتی که به صفت یک تیم کاری با آن مواجه هستیم، ما را از قبل قوی تر ساخت. رسما تجربه نمودیم که واقعا ایستادگی در برابر تمامی مشکلات پیروزی برای همگی در قبال دارد. قسمی که دوستان شاهدند، در این اواخر درخشندگی کارهای صداقت مندانه سازمان جهانی ترویج مهربانی به همه جا رسیده است. سازمان‌های معتبر جهانی و همچنان افغان اکادمی و انسان‌های نجیب که همه از جمع پروفشنال‌ها و نخبه‌های فرهیخته می‌باشند، از بنیانگذاران، مسئولین، کارمندان، اعضا و کارهایی که در سازمان جهانی ترویج مهربانی صورت می‌گیرد، تا یک مراسم خاص با اهدای جوایز، مدال‌ها و تقدیرنامه‌ها قدر نمودند. جا دارد از بزرگمنشی و حمایت جناب نجیم آزادزوی صاحب، جناب رکین صاحب، جناب دکتر صاحب سید مخدوم رحیم، جناب همایون ابراهیم خیل صاحب، خانم سیما جان زاهد، خانم پروین جان رحمتی، انجینیر سهیلا جان، جناب اقبال حسینی صاحب، جناب دکتر صاحب ایمانی، آقای عظیم الفتی و سایر دوستان با صفا ابراز سپاس و امتنان نمایید. تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم تازگی ها دارد